بر اساس الوه سومری، باغ عدن زادگاه اولیه بشریت بود که توسط خدایان آنوناکی به عنوان یک آزمایشگاه ژنتیک برای تغییر ژن بشر اولیه برپا شد. اما نسل آدم و حوا در طی شورشی بزرگ میوه درختی را ربودند که نفرین‌های زیادی را با خود به همراه داشت. این درخت و میوه ممنوعه آن در واقع واژه‌ای رمزگونه و تمثیلی در ادیان است و اشاره به جادویی دارد که بشر بدوی را به دانشمندی خردمند تبدیل کرد و دانش ممنوعه آنوناکی را در اختیار انسان‌ها گذاشت. این دانش ممنوعه به صورت کلی با نامهای نوسیس یا ناسیس شناخته می شود. نوسیس واژه یونانی است که اشاره به دانش معنوی، فلسفی و عرفانی دارد و تاریخچه غنی و گسترده آن را می توان در بین آثار فیلسوفان باستانی جهان یونانی و رومی یافت. نوسیس بعدها با تلفظ ناسیس توسط آیین‌های مختلف مسیحیت اولیه برای اشاره به دانش ممنوعه باغ عدن به کار رفت، ولی در زبان فارسی ما آن را گنوسیس می نامیم. یکی از مهمترین آیین‌های مسیحیت اولیه که گنوسیس را محصول درخت ممنوعه می داند، آیین ناستیسیزم یا گنوسیسم است که ما قبلاً در این ویدیوها به عقاید دینی بسیار جالب و عجیب آنها پرداختیم و به شدت پیشنهاد می‌کنیم حتماً آن مجموعه را تماشا کنید. اما برای درک بهتر دانش ممنوعه باید اضافه کنم در عرفان گنوسیسم، مار کتاب مقدس که در باغ عدن ظاهر شد شدیداً مورد ستایش، تشکر و احترام قرار می‌گیرد، زیرا اعتقاد بر این است که آن مار شیطان نبود، بلکه موجودی الهی بود که به شکل مار در باغ عدن پنهان شد تا به آدم و حوا کمک کند دانش گنوسیس را فرا بگیرند و به وسیله این دانش خود را از کنترل دمیورژ نجات دهند. در آیین گنوسیسم، دمیورژ که با نامهای دمیورگ، دمیورج، ساکلاس، سامائل، یلداباس، یلدابی و آرکون سرنوشت نیز شناخته می شود، خالقی شیطان صفت، ظالم، ستمگر، نادان و نابینا معرفی شده که جهان مادی و جسم انسانی را خلق کرد تا روح انسانها را در بدنی ناتوان زندانی کند. دمیورژ می‌کوشد تا دانش انسان‌ها را از بین ببرد و انسان‌ها را غرق در پوچی جهان مادی کند. نکته مهم اینجاست که در بخش اول کتاب مقدس که عهد عتیق نام دارد و قدمت آن به 3000 سال پیش باز می‌گردد، از مار باغ عدن به عنوان شیطان یاد نشده، بلکه حیوانی زیرک معرفی شده که آدم و حوا را تشویق کرد تا دانش یهوه را بیاموزند. با این حال در عهد جدید به ویژه در کتاب مکاشفه یوحنا از مار بهشتی به عنوان شیطان یاد می شود. به باور گنوسیسم، خدای یکتایی که با نامهای ال یا یهوه شناخته می شود، در واقع همان خالق شیطانی دمیورژ است که انسانها را مجبور به پرستش خود می کند. دمیورژ با ظاهری آتشین و شخصیتی جنگ طلب و نابودگر به تصویر کشیده شده و پیروان گنوسیسم معتقدند این توضیحات با شخصیت خدایی که پیامبران توصیف کردند یکی است. برای مثال، در کتاب مقدس ما می‌خوانیم یهوه به شکل درختی شعله‌ور و آتشین که نمی‌سوخت و ذوب نمی‌شد بر موسی ظاهر شد. حزقیال نیز یهوه را به شکل مردی انسان نما و جنگجوی خشمگین و آتشین مشاهده کرد که سوار بر عرابه تخت و بر رخ بود. این عرابه درون شعله بزرگی از آتش قرار داشت و توسط فرشتگانی وحشتناک و شیطان نما کشیده می شد. همچنین ابراهیم در حال یهوه را ملاقات کرد که تاریکی وحشتناک و بی انتهایی او را فرا گرفته بود و یهوه به شکل مشعلی سوزان و کوره آتشی دودزا بر ابراهیم ظاهر شد.
و اما به توضیح دانش گنوسیس که بوز کردیم، باید یادآوری کنم فیلسوفان برجسته یونانی مانند افلاطون و ارسطو به طور مفصل به ماهیت گنوسیس پرداختند و حتی بیان کردند که چگونه انسان میتواند با کمک گنوسیس حقیقت را درک کند. به همین علت میتوان گفت ریشه اولیه آیین گنوسیسم به پیش از ظهور دین مسیحیت بوز میگردد. در باور گنوسی ها خالق حقیقی و پروردگار اصلی یک ذات الهی است که به جهان مادی تعلق ندارد، اما از طریق دانش گنوسیس می توان برای رسیدن به او استفاده کرد، زیرا دانش گنوسیس انسان را یاری می دهد تا از شر دمیورژ رهایی پیدا کند و مستقیما به واقعیت الهی متصل شود. با این حال گنوسیس یک روند معنوی است که از طریق تجربیات شخصی حاصل می شود و با دانشی که شما از طریق افراد دیگر و یا استادان می آموزید متفاوت است. گنوسیس حکمتی است که شخصاً باید آن را کشف کنید و فرا بگیرید، زیرا این حکمت از جهان معنوی و از ریشه الوهیت و منشأ روح به انسان منتقل می شود. اما اگر آن را کشف کنید، به ذات الهی پیوند می خورید و به اتحاد با او می رسید. این اعتقاد بسیار شبیه به جریان فکری و روحانی تصوف یا صوفیگری است که از آن به عنوان عرفان اسلامی نیز یاد می شود. البته مسلمانان به شدت مخالف عرفان اسلامی هستند و آن را بدعت می دانند. در نتیجه تصوف هیچ ارتباطی با عقاید مسلمانان ندارد. اگر این ویدیو را تماشا کرده باشید، ما به توضیح تصوف پرداختیم و گفتیم مولانا نیز یکی از پیروان اصلی تصوف بود و آن را راهی برای رسیدن به خدا می دانست. همانند گنوسیس که به اتحاد به خدا اشاره کرده، در تصوف نیز اصل مهمی وجود دارد به نام فنا شدن که اگر به این اصل برسید، رسماً ناپدید می شوید و به وجود خدا پیوند می خورید. شاید جالب باشد بدانید که صوفیان معتقدند مولانا یکی از کسانی بود که به مرحله فنا شدن رسید و بدون اینکه مرگ را تجربه کند، ناپدید شد و به وجود خدا پیوند خورد. این اتفاقی است که خناخ پیامبر نیز آن را تجربه کرد و بدون مرگ به جهان پس از مرگ و به دنیای معنوی راه یافت. همچنین عیسی مسیح نیز توانست به چنین درجه‌ای برسد و بدون تجربه مرگ به جهان معنوی عروج کرد. در واقع شخصیت‌های این چنینی در تاریخ بشریت بسیارند و عروج آنها به معنی جاودانگی ابدی و درک عرفان و معنویت به طور کامل است. این پدیده عجیب که از آن صحبت می‌کنیم، چیزی شبیه به خروج از ماتریکس است که خواهران واچوفسکی توانستند به نحوی آن را در فیلم ماتریکس به تصویر بکشند. با تمام اینها، مهمترین شخصیتی که از دانش گنوسیس به بهترین شکل ممکن بهره برد، تهوت بود. طبق عقاید مصریان باستان، تهوت تنها خدایی بود که در ابتدا یک انسان بزرگ و بسیار دانشمند بود که به دلیل فراگیری خرد و حکمتی عظیم توانست به یک خدای نامیرا تبدیل شود. دانش تهوت به قدری عظیم بود که از او به عنوان سرمنشأ دانش شناخته می شود. در مصر باستان معدود خدایانی می توانستند بین جهانهای مختلف رفت و آمد کنند که تهوت یکی از آنها بود. سفر بین جهانها نشان دهنده قدرت بی نظیر خدایان مصری بود. با این حال تمام آنها هر زمان که می خواستند نمی توانستند این کار را انجام دهند و تهوت تنها خدایی بود که می توانست هر زمان که اراده می کرد به جهانهای مختلف سفر کند، زیرا او هر نوع جادو را در اختیار داشت. داستان تهوت برترین و بهترین نمونه برای درک دانش گنوسیس است که می گوید با رسیدن به والاترین سطح دانش گنوسیس حتی می توان به خدا نیز تبدیل شد. تهوت همچنین به عنوان خالق دانش کیمیاگری نیز شناخته می شود و اعتقاد بر این است با استفاده از علم کیمیاگری می توان فلزات پایه را به طلا تبدیل کرد و با کمک آن سنگ فیلسوف را خلق کرد که این سنگ در واقع اکسیری برای جاودانگی است. با این حال جالب است بدانید روانکاو و روانپزشک مشهور سوئیسی کارل گوستاو که آثار بسیاری را
در زمینه روان انسان به نگارش درآورده معتقد بود جادوی کیمیاگری که به چندین بخش تقسیم می شود و مراحل مختلف تبدیل را از پایه تا اوج بازگو می کند در واقع نشان دهنده روند سفر انسان برای تبدیل شدن به یک انسان کامل است و نقطه اوج و آخر کیمیاگری اشاره به تمامیت، ادغام خودآگاه با ناخودآگاه و درک کامل انسان از همه چیز دارد. با این توضیحات شما فکر می کنید انسان آگاه می تواند تبدیل به یک خدا شود؟